سال روز شهادت هشتمین پیشوای تشیع انقلابی، آفتاب جاوید خراسان، علی ابن موسر رضا علیه السلام. امام رضا برای در هم شکستن توطئه ولایت عهدی مأمون از بدو سفر به خراسان کارزاری روشنگرانه را آغاز کرد. سخنان هشتمین پیشوای شیعیان در برابر انبوه جمعیت در نیشابور، تأکید بر پیروی از رهبری ذی‌صلاح و مردمگرا و برانگیختن آشکار مردم علیه نظام و خلافت غاصب و ستمگر بود. امام رضا در هر فرصتی پرچم پایداری و آرمان عدالت خواهانه اسلام انقلابی و مردمگرا را رو در روی جباریت حاکم برمی افراشت. آخر سفر، سال روز شهادت هشتمین پیشوای تشیع انقلابی، آفتاب جاوید خراسان، امام رضا علیه السلام توسط مأمون خلیفه ارتجاع دوران است. مأمون که پس از درگیری با برادرش امین به جای هارون بر تخت خلافت نشست و مرو در خراسان را به عنوان پایتخت خود برگزید، در صدد برآمد برای کسب اعتبار و جلب نظر مردم خود را به علی ابن موسر رضا که در میان مردم محبوبیت بسیار داشت ریاکارانه نزدیک کند. مأمون به دلیل اینکه خودش برادرش رو خل کرده بود و کشته بود، امین رو توی دربار ضدیت باهاش زیاد بود. آمد کلکی سوار کرد که امام رضا رو، امام هشتم رو بیاره ولیعهد خودش بکنه، هم از حیثیت و پرستیژ اون استفاده کنه، هم جلوی خانواده دربار خودش قدرتمند بشه. فکر میکرد میشه کلکی سوار کرد و فیلمی خلاصه نمایش داد. امام رضا که رسید به نیشابور، اوضاع شلوغ شد. قیام‌های بروز کرد. دید نه بابا، خطر این یکی از رقبا خیلی بیشتر. امام رضا علیه السلام با آگاهی نسبت به ماهیت این توطئه و به منظور تبدیل آن به فرصتی برای افشای دشمن، عازم خراسان شد. از آنجا که می دانست قدم در راهی بی بازگشت می گذارد، هنگام عزیمت با خانواده خود وداع کرد و با صراحت گفت دیگر او را نخواهند دید. کارزار روشنگری سپس در تمام طول این سفر طولانی ادامه یافت. از جمله هنگام ورود کاروان حضرت رضا به شهر بزرگ نیشابور، 100,000 تن گرداگرد هودج او را فرا گرفته بودند و از همه سو آن را گلباران می کردند. امام رضا در سخنان آن روز خود با مردم توحید را به نقل از اجداد پاکش و پیامبر اکرم و کلام خدا چنین بیان کرد: کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. یعنی کلمه ضد بت و هر گونه بت پرستی دژ استواری است که هر کس در آن داخل شود از عذاب خدا ایمن میماند. حضرت رضا که وضعیت عینی را مساعد میدید، پس از طی مسافتی دوباره مردم را فرا خواند. آنچه را که خط قرمز خلیفه جبار و بسیار پر ریسک بود صریحاً به آنها گفت و تأکید کرد به شروطها و انا من شروطها، یعنی که دم زدن از لا اله الا الله و نفی هر گونه بت و بت سازی و بت پرستی سوری نیست و در پهنه اجتماعی و سیاسی شرط آن حرکت و عمل
در جبهه و مسیر یک رهبری انقلابی و مردم گراست که پرچمدارش در برابر جباران زمان خود او بود که باید خطر ابلاغ علنی آن به مردم را هم که سرانجام به بهای جانش تمام شد میپذیرفت. اینجا دیگر به دور از هر گونه فرمالیسم و ترس از برچسب خوردن، امام رضا باید امر خطیر رهبری را که خلفای قاسب در رو بوده بودند برای مردم تعیین تکلیف می کرد و به معرفی خیشتن و مسئولیتش می پرداخت. هرچند که برایش روشن بود این همان چیزی است که مرزهای تحمل خلیفه ستمگر را هم در می نوردد و در یک کلام عامل و باعث قتل و شهادتش خواهد شد. از این رو خطر را پذیرفت و به آن قیام کرد و الا آن استقبال عظیم و عواطف جوشان اجتماعی سمت و سوی سیاسی و سرنگونی پیدا نمی کرد. به این ترتیب همه مردم به ویژه آنهایی که به استقبال آمده بودند در مقابل مسئولیت و تعهد مشخصی قرار گرفتند. همگی مسئولیت سرنگونی و تعهد جایگزینی و آلترناتیو انقلابی و مردمگرا را که سنت تشیع انقلابی است دریافتند. راه و رسمی که البته با پرداخت بهای آن که شهادت پیاپی پیشوایان اسلام انقلابی در روزگار جهل و بردگی بود، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری ادامه یافت. از امام رضا علیه السلام سخنان گرانبهایی به جا مانده که به ویژه در زمینه‌های انسانی و اجتماعی بسیار بسیار روشنگر است. از جمله در کلامی بر 10 خصوصیتی که یک مسلمان باید داشته باشد تا بتواند راه خدا و خلق و مسیر مجاهدت را در بنوردد تأکید کرد. 1. همه از او امید خیر دارند. 2. همه از بدرفتاری او در امان هستند. 3. خیر اندک دیگری را بسیار شمارد. 4. خیر بسیار خود را اندک شمارد. 5. از درخواست‌های دیگران دلتنگ نمی‌شود. 6. تا پایان عمر از آموختن خسته نمی‌شود. 7. فقر در راه خدا برایش از توانگری محبوب تر است. 8. خاکساری در پیمودن راه خدا برایش از محترم شمرده شدن نزد دشمن دوست داشتنی تر است. 9. گمنامی را از شهرت بیشتر دوست دارد. 10. هیچ کس را نبیند جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزکارتر است. مأمون پس از 3 سال دریافت توطئه ولایت عهدی به ضد خودش تبدیل شده و پایه های حکومتش را به لرز انداخته است. از این رو در سال 203 هجری امام رضا علیه السلام را طی توطئه‌ای مسموم کرد و به شهادت رساند. پس از قتل آشکار امام حسین و قیام صاعقه آسای مختار، خلفای جبار از ترس برانگیخته شدن و قیام مردم شیوه قتل آشکار ائمه تشیع انقلابی را بالکل کنار گذاشتند و مانند معاویه به شیوه های پنهان زهر دادن و مسموم کردن روی آوردند.
تا بتوانند جنایت خود را انکار و حاشا کنند. تکه کلام ماویه این بود که ان لله جنودن من العسل، یعنی خدا سربازان گمنامی در عسل دارد. ماویه مالک اشتر سردار نامی حضرت علی را در مسیر حرکت به مصر برای تصدی فرمانداری آن سرزمین به همین شیوه با شیر زهرآلود به شهادت رساند. وقاحت وقاحتی است بی حد و حصر. ارتجاع در برابر انقلاب، ببینید که چه دعوی ها میکند. وقتی که بزرگ مردانی مثل مالک اشتر رو با عسل مسموم میکرد، ادعاش تماما سراپا اسلامی بود. میگفت ان لله جنودن من العسل، خدا یک سپاهیانی دارد از عسل. شیوهی که به ترتیبی پیچیده تر در مورد امام حسن نیز تکرار شد. به این ترتیب خلفای جبار بعدی نیز با درس گرفتن از آخر و عاقبت یزید به همین شیوه ها روی آوردند. جمع‌بندی ارتجاع غالب از نبرد عاشورا در یک کلام این بود که قهر عریان و ضربه آشکار نظامی بر رأس رهبری جنبش انقلابی نمی‌سرفد و باید ابتدا مانند معاویه از طریق گویندگان و قلم به مست‌ها و انواع منبرها و رسانه‌های آن روزگار به هجو و شیطان سازی و مسموم کردن فضا و سپس کشتن بی سر و صدا از طریق انواع زهرها روی آورد. پادزهر این شیوه گرد همایی ها و تظاهرات سوگواری و روشنگری شیعیان و مجاهدان حسینی و مأموریت های پیک ها و در رأس آنها فرزندان و خانواده حقیقی ائمه تشیع انقلابی بودند. امامزادگان حقیقی در آن روزگار در شهرها و روستاها در اقصا نقاط عراق و ایران و دیگر کشورهای اسلامی دست از جان شسته و در شهرها و روستاها به تشکیل کانونهای روشنگر و شورشگر برای مقابله با ارتجاع حاکم می پرداختند.